خب فرانزک نمورک ایران افشال، ما اونجا هم تو لایف هستیم هم تو فرانزک ورک لایف هستیم دوستان. الان ارگانایز میشیم، شما فقط 5 دقیقه وقت بدیم ما هستیم اینجا. خب پیما جان شما کجایین؟ خب سلام دوستان عزیز، سلام عزیزم، ببخشید مدیر شده الان هر چقدر ما سعی بخوایم بکنیم آخرش هم یه داستانی پیش میاد. خب پیمان جان کجایی؟ سلام دوستان عزیز، سلام، به به چه زود پر شد. سلام دوستان، سلام، ما الان لایف هستیم دو تا جای مختلف، فرانزک نمورک و فرانزک نمورک ایوان افشال. خواهم بریم کن. سلام جونم، سلام عزیزم، سلام، ببخشید دیر شده. سلام دوستان، به به جونم. پیمون جان کجایی؟ آه پی بگم سلام جان اومده. خب پیمون جان شما کجایی؟ سلام دوستان، الان ما شروع میکنیم جنب. خب منتظر پیمان جان هستیم که بیاد. پیمان، پیمان ایو. خب دوستان از فرانزک نتورک ما میایم بیرون، حالا بیتونیم باشه ولی از طرف فرانزک نتورک ایران افشال، اون افشال از همون جا کارمون رو انجام میدیم. کمون جان هستی؟ به به لایو رو نگاه کن، 1200 نفر، دمتون گرم. بس من اینقدر دوستتون دارم دیگه. اگه پیمان جان نتونه کاشو اینترنتش رو درست کنه ما شاید باید شروع کنیم. چونه؟ مرسی دوستان. خب یواش یواش آبال بالو چه چیزایی ما داریم دنیا خبر نداره. جا تو خالی، یه دو سه قدر دیگه وقت بدیم به پیمان جان، اگر نتونست شروعش میکنیم. بسیم دارم. خب یه دفعه دیگه پیمان. خواهم بهتون زول بزنم مقدر با حالی. خیلی با حالی. واو 1600 نفر، دمتون گرم، دمتون گرم. از که 1700 نفر شدیم. شما جان یه دفعه هم سعی بکن به این داستانش چیه. میدونم تو گفتیم اینترنت لموز خوب نیست، نگران نباشیم، اینجا همون جوره. حالا ما آمدم تو بیسمنت هم به خاطر که تاور اینترنت هم اینجاست. به به اینو هنگ حال کنید تو دیگه نتونستیم شروع میکنم بازی. سلام دوستان،
جان خیلی عشقی. امید خدا یه پروژه بزنیم تو همون کیش یه در از آن نفرین آمین هم میگیم بیاد. خیلی بالین خیلی بالین واو از آقای ست نفر دمتون گرم دمتون گرم. دوستان میگن چرا انقدر واسه ایران سینه میزنی؟ چرا اونجا نیستی که؟ اصلا اونجا نبودی تو؟ چهار سال دور اومدی میگم. میگم خبر ندارین شما. خبر ندارین. از آقا ساعت نفر. دمتون گرم. دمتون گرم. آه سانشاین یاد ایخته. ای با لیگر اونجوری باید هم بیزن. واقعا یه لیدر داری نا تکه نمیتونی گرم. خب خیلی داریم بگیم. من میتونم اصلا یه شب کلا گیم رو لایف کنم با موزیک کال کنیم. موزیک رو درینک کال کنیم با سیگار کیوبن همون پارتی هم باید بذاریم. زوم پارتی باید بذاریم. اینستاگرام پارتی باید بذاریم که فقط با کیوبن و سیگار و موزیک. ولی امروز روزش نیست. امروز کار زیاد داریم. بذاری من برم این صدای استودیو رو کم کنم که ما هم شروع کنیم. خیلی قشنگ میگه. خب شروع کنیم. حال زیاد داریم. یه دفعه دیگه پیمان جان رو سعیشو بکنیم. پیمان جان بیا ببینیم درست میشه. خب دوستان دیگه ما تو لازم نیست تو لایو فورزیک نورکر چنل باشین. دوست بیاین تو افشال لطف کنین. مرسی. من اینو میبردم. خب باتری میجو نه بلا دوز آن نفرد همتون گرد. خیلی باحاله. صدای من خوب میاد دوستان؟ صدا خوبه؟ پرفکت. خب ببخشید دیر شد پیمان جان مشکل اینترنتی داشتن. شروع کنیم. خیلی وقت داریم. خیلی کار داریم بگیم. پیمان جان حواست جمع باشه ولی اگر این لایو یه ساعتش تموم شد باید برگردیم اینجا یه دو سه تا سشن با هم داریم که اینو این مطلبی که باید بگیم و بتونیم زود زود کارش انجام بدیم. آخرش هم یه گست خوب واسهتون دادم یکی از قوی ترین خانمای MLM که فقط من نمیگم چون ایشون همسر من هستن
من میگم همسر، بعد دوستان میگه با همسر نامزد داریم، چه فرقی میکنه؟ اسم تایتلش مهم نیست دیگه، اون احساسش مهمه. خلاصه ایشون شده بودن وقتی بزنس نتورکینگ تایمز، کریس گروس، جوزفین، اینا دو تا خانم انتخاب کردن با سکت نتورک ماستر نتورکر. ایشون یک از دو خانم بودن، ایشون با ما هستن امروز. بعد خودشون یه حرفای خیلی قوی دارن واسه خانوما. من گفتم ما مردا یواشکی قایم میشیم و گوش میدیم حرفشون. دوستان زیاد میگن خب از ایران قول میزنن، کمپلین میکنن، بعد این چیز، این چیز معمولیه، چیز جدیدی نیست. 32 سال من کارم اینه، عادت کردم به قول زدن ها. خودم یه زمانی بودم که قول میزدم، بعد متوجه شدم آخرش که قول زدم به جا نمیرسه آدم ها. اکشن اینپوت آدم ها به جای میرسونه. اونتا من سخته، مثلا وقتی من فورنزیک انجام میدادم اولا که 20 سال پیش بود، مثلا 15 سال پیش، فورنزیک 7 روزه ما داشتیم، 7 روز، 8 و 10 ساعت روزی. حالا بگو اونو وارد و مثلا بخوا مثلا چه جوری میتونی مطلب بکشی بیرون، مثلا بذاری تو یه لایو مثلا 2-3 ساعته. سخته میدونی، چون فورنزیک همش زنجیره بست شده. ولی خب میشنم که خب الان گوش میدم به حرفاتون، مثلا حرفایی که داره میاد، سوالایی که داره میاد، خب چی الان ایران لازم داره؟ الان MLM چی لازم داره؟ الان صنعت چی لازم داره؟ الان تیم خودم چی لازم دارن؟ بس سعی میکنم یه تیکه تیکه. پس سخته چون نمیتونم مثلا یه چپتر رو دوست تمومش بکنم، بعد تیکه تیکه بشه. ولی خب دیگه سعی میکنم که اون چیزایی که شما خواستین رو بیادم وسط تو این وقت کوچیکی که با هم داریم. اولین چیزی که میخوام بیارم بیرون اینه که MLM چهار تیکه داره، بهش بگیم 4 quadrant. واسه دوستان ما یه یوتیوب چنل جدید دادیم بیرون، بعد من هفته ای چون لایو انجام میدم واسه کمپانی خودم، اون ویدیو شما میدازیم اونجا که واسه هر چیز دنیا. اونو تو یوتیوبش کنیم Forensic Networker یوتیوب. اونو اگر خیلیتون انگلیسیتون خوبه میتونیم بدیم و دادن سابتایتل بزنین اینا. تمام اینجا بهتون درس میدم اینجا تیکه تیکش. اگر کل مطلبش و کل چپترش رو میخواین، دیتیلش رو میخواین، به این Forensic Networker یوتیوب کانال اونجا هست. ویدیوشو بعد دادن سابتایتل بزنین، استفاده کنین اش جور. یه خبر خوبی دیگه هم هست که یک از دوستام راه پخت دختر خاله اعظم گیتی، سلام عزیزم، الان IT داده یه دونه وبسایت جدید Forensic Networker درست میکنه. خب ما یه دونه داریم، ولی خب الان چون به خاطر شما یه سکشن فارسی کلن گذاشتیم واسه فارسی که واسه هموطنان، که قشنگ بین اون تو برداریم داکیمنت ها رو شیر کنیم، نوش جونتون سنت رو بکشیم جلو درست. اونم الان من پروتوتایپش رو الان من دیدم، خیلی قشنگ و شیک و پیکه. حالا هنوز ریلیز نشده، قبلی هنوز هست، قبلی هنوز هست، فارسی هم توش هست، منتها این جدیده هنوز ریلیز نشده. خودم بگم که فکرتون هستم متیران کار نمی کنیم، ولی خب هموطنان وظیفه‌مونه بهتون بگم. خب اول یه خواهد حرف املا بزنیم، چون وقتی که وضعی خود بد میشه نمیدونم ملت چرا اینجوری هن، همه دنیا اینجوری هن، نه فقط ایران، میخوام بدن دو ما چیزای آسون. خب وقتی زمان سخته یکی یه چیز آسون میاد وسط، خب باید حقا باشه باشه دیگه. مگه میشه دنیا سخت باشه که چیز آسون بیاد وسط؟ دنیا خیلی سخته، هیچ کی نتونسته یه دونه جواب بده، ولی من یه جواب دارم با این کمپانی پرانزی سکیم و این چیزا. خب پس خیلی راست بگیم دیگه، این MLM، من یه دونه چپتر جدید باستش نوشتم، میشکم 4 quadrants of MLM، 4 quadrants of MLM، چهار تا تیکه MLM. یکیش هست همون direct sales دیگه، direct sales. direct sales چیه؟ buy and sell، میخرید میفروشی، خرید فروش. خب اون دو تا هست داره direct sales، مثلا Mary Kay کمپانی، مثلا Mary Kay. خب میخری ایوان، میفروشی
بعد یکی خب ریتیل پروفیت داره، سود ریتیل داره، یکی خب تکس بنفیت داره. وقتی بزنس داری خیلی کشورها که تکساشون بالاست مثل کانادا تکس بنفیت بهتون میدم. شما خیلی خوشتان سنتیو این چیزا ندارین که تکس و مکس و اینا. اون خودم که داری اونم با یادو میتونی کنار بیای. اینجا گفتم 52% ما تکسه، تکس من 52%. رضا که مثل خودم پول میسازه تکسش نصف منه. چرا؟ به خاطر اینکه خب اینا کشوری که تکسشون بالاست یه سیستمایی دارن که میتونی تکس رو کم کنی. حالا ما شما تو ایران تکس ندین، حالا خوبه واسه تو. ولی این کلا من دارم میگم. اولین کوادرنت هست میگیم که دایرکت سیلز، که MLM نیست، دایرکت سیلز، بخواد بفروش ریتیل پروفیت و تکس بنفیت. اون اولی. دومیش بگین ای کامرس یا ریفرال پروگرام. ای کامرس خب این همون هم تو آنلاین دیگه، اون آنلاین ورژن دایرکت سیلز. خب یه چیزی هم میگه داره ریفرال پروگرام بهش. من ریفرال مثلا میتونی بدی جنسی یه نفر دیگر رو بعد دادی بسش مشتری پیدا کنی، یه تیکه بهت بدم، یه پرسنتیجی پرسنتی بهت بدم. اون سیستم کوادرنت دوم MLM اونه. اول شد دایرکت سیلز، کوادرنت اول، کوادرنت دوم شد ای کامرس ریفرال، کوادرنت سوم تا سوم میشه MLM که همه اوناست علاوه MLM. خب کوادرنت سوم هم دایرکت سیلز هم ای کامرس هم ریفرال پروگرام، علاوه این که تو مالتی لول میتونی سود ببری، چون ریفرال پروگرام فقط یه لوله. خب دایرکت سیلز فقط یه لوله. MLM که بگه مالتی لول مارکتینگ، یعنی لول های مختلف. خب MLM خواست همش بهتره، همه اوناست به علاوه این که میتونه دو طبقه تا کل ارگانیزیشن. خدا هم وقت پیدا کردی تو ارگانیزیشن. بذار من خاموشی کنم میرفتن عذیتون نکنه. خب ببخشی به دوستان بذار من سر سده این رو ببنده بسن. خلاصه سوم میشه MLM. چهارم میشم باید صحبت کنیم، کوادرانت چهارم همه میگن MLM. حالا MLM نیست ولی خود اون وسط افتاده دیگه، باید شکیم پانزی سکیمز، پیرامید سکیمز. خب اینا کسانی هستن که میان، حالا یه آدم های خوبی هن یه آدم های بدی هن، یا به خاطر اشتباه یا به خاطر اینکه واقعا حق بازن. خب میان به اسم MLM یه کمپانی میان وسط. اکثرشون هم زمانی که مثلا سخته اینا خیلی میان بیرون، وقتی زمان سخت میشه میریزن بیرون. حالا که یه آیمک تو اتاق خوابش داده یه کمپانی MLM میده بیرون. بعد اکثر خب نه جنس دارن نه پول دارن نه اطلاعات دارن نه حرفه دارن نه هیچی، فقط خیلی اکسایتمنت دارن، چی میگن، خیلی مشتاقن این چیزا. خب وقتی پول نداری، استعدادشو نداری، مثلا جنس نداری، سافر نهی نداری، خب با چه باید بیای بیرون؟ یه چیز دیجیتال دیگه. خب همون باید بیاری، چون اونایی همش پول لازم داره. بعد من میگه نه این خیلی خوبه، مثلا بیا قسمت تو کریپتو. بزن بهتون بگم من خودم میلیون ها دلار تو کریپتو دارم، میلیون ها. بهتون بگم ایتریوم، بیتکوین، سولانا، XRP، مثلا میلیون ها. ولی بهتون بگم همچین چیزی وجود نداره که کریپتو تو MLM، همچین چیزی وجود نداره. هر کم میگه بدون یا نمیدونه یا دروغ میگه. دلیلش هم خیلی هم دلیل داره، حالا یکی دوتشو بهتون بگم. یکیش اینکه خب اصلا ضد قانونیه. اصلا ما دلیل دوم اصلا نداریم، همون که اول میگه ضد قانونی تموم شد رفت. یعنی هم FTC هم کانادا همه شد. آمریکا که اصلا خیلی رو چارج کردن، زندان زدن، نیم بلون بهشون فاین دادن. FTC رولینگش انجام داده، گفته که Federal Trade Commission MLM و دیجیتال با هم جور نیستن. دلیلش من میدونم، یه ویدیو هم دادم بیرون قبلا، شما میدونین ویدیو MLM چیست و چجوری میتونین کمپانی خوب رو انتخاب کنین.
اونو سابتایتل فارسی هم داده، بدین تو ناپالات تو یوتیوب هست، بدین اونو وردارین. فقط همون لازم، همون یه دویه دو پر لازمه که بیتون کمپانی خوب انتخاب کنید. یه دلیل مهمی که اصلا خیلی راحت متوجه شدن اینه که وقتی که MLM باید انجام بشه، کمیشن باید رو جنس بیاد. خب اون حالا چیز دیگه هم هست، مطمئن یه چیز اصلش اینه که اون که واقعی نیست، اون که پانزی، یکی اون که پانزی نیست، یکی یه جنس باید باشه، جنس محبوبی باید باشه که یه دونه قیمت ثابت داشته باشه. قیمت ثابت کمیشن میده، کمیشنی که باید میده مثلا به تلویزیون و به رادیو به مغازه ها وسط، این کمیشن اون بده به تو کامپنسیشن پلان که خیلی ها سودش ببرن. خب چه ساده ایه، ولی وقتی که دیجیتال هست، قیمت ثابتی نداره، از کجا میخواد کمیشن بهش بدیم؟ بس کمیشن از کجا میاد؟ اگه مثلا بیت کوین باشه، وقتی بیت کوین اینجوری میشه، پس چجوری میتونی کمیشن اون چیز بذاری؟ نمیتونی. پس این کمیشن که میاد بیرون از محصول و جنس های نمیاد بیرون، اون از فیای اکسترا، اون چارجای اکستراشون رو برمیدارن که ضد قانونیه، اونو کمیشن میکنن. پس فارسی گفته سخته، چون من انگلیسی رو من تو اون ویدیو زدم، سابتایتل ببینی. خلاصه این کوادرنت چهارم MLM که پانزی سکیمز و پرمیت سکیم. خب اینو قاطی نکنی با هم. همه میان، من هر روز یه سوال میاد، آره من با یه کمپانی هستم که مثلا دارن کمپانی خوب، منتها دوستم هم میگه بیا تو این کمپانی دیجیتال، چون اینجا خیلی ما نه جنس داریم، نه آتاشیپ داریم، نه فلان داریم، نه بسان داریم، بیا پول بسست. من یکی از دانشجوی خودم که یکی از میلیونای که خودم درست کردم، این اسمش حتما اسمش شده که سوپر دیو، اسمش بزرگه. یکی از دانشجوی خودم بود، ما یه 17-18 میلیون درست کردیم، یکیشونه. وقتی که با من کارم باش تموم شد، فقط دوست داریم توی کار دیجیتال. تا اونجا با من بود که یه کمپانی بوده، 10 سال با هم بودیم، بعد از اون گفت 50 تا کمپانی رفته. بعد یه روز اومد بقید من میتونی اصلا با این فان داشته باشه، میتونی باش تفریح کنیم با این. گفت حالا یه کمپانی بیت کوین واس شده، بیا ببین یا کمه 4 تا بیت کوین گرفتم. این اومد من خب به خودم فکر میکردم بوغلمون نمیدی جلو کی نشستی؟ جلو من نشستی. من گفتم مثل بگه بده بگو آره 4 تا تو 20 روز 4 تا بیت کوین گرفتم، ببین اینقدر فلان این. بعد گفتم خب گرفتی، آره خیلی خوبه، 200,000 پول ساختی، آره خیلی خوبه. خب همین الان من والت کریپتو والت دارم، همونو یک شو ترانسفر کنم، من میدم ببینم اصلا میاد. من خب ترانسفر میکنه دیگه، یعنی اگر بیت کوین اون تو ترانسفرش کن، 2 ثانیه میرسه به والت من دیگه، بعد میگم به خودت. گفت نه نمیذارن. معلومه نمیذارن، به خودی وجود نداره، واسه همین نمیذارن. بعد گفتم خب نه گفتم خب ببین میتونی بفروشیش، آره خب همین الان بفروش خودشو، نقد بکن، بذار تو ای والت خودت، یا بفرست. ببین اگر تو بتونی الان بفروشی بفرستی، من جوین میکنم. کلن 23 روز این دوام آورد کلن کمپانی، ولی میلیون ها دوستیدن دیگه. ببین اول اینکه ضد قانونیه، هیچ کمپانی من نمیتونه بیت کوین بفروشه. این یه سیستم خاصیه، اینا یه لایسنس های خیلی خاصی دارن. آدم بخواد که چیز بشه، بهش میگن تریدینگ کمپانی بشه، اینا یه لایسنس هایی دارن. مثلا من نمیتونم برم مثلا این شو بیمه بفروشم، اون یه لایسنس های خاصی دارن. چون نمیتونن الکی املاک بفروشی، این لایسنس های خاص دارن. من نمیتونم دکتر بشم الکی، یه چیز سفید پوشیدم، ولی خب لایسنس لازم داره یه چیز. چون ملت این سوال های خیلی ساده رو نمی کنن، بعد خب میگن آره زود برو فقط پول بزن، پول بگیرم باشه بیا. خب اینا چیزایی که خیلی میاد بیرون وقتی زمانی خود سخت میشه تو دنیا، اینا زبط میتونم بیرون میام بیرون. حالا من زیاد شوک نیستم که این چیزا میاد بیرون، خب این چیزا 100 سال بوده الانم هست. من شوک میشم که اونم شوکم نمیشم که سورپرایز هستم که کسایی که مثلا دفعه اول این اشتباه رو میکنن، من سورپرایز میشم کسایی که هی اشتباه پشت سر.
ای تنبلی چیز بدیه ها، چون اولش که بگی خب تنبلیمو بذار یه دوا واسه تنبلیم پیدا کنم، یه قرص واسه تنبلیم پیدا کنم. اون نمیش نمیگردن، فقط میخوان فکر میکنن که مثلا فکر بکن این شخصی که جلو تو نشسته میگه آسونه پول بذار پول بساز اینا، این انقدر این بر سمارت باشه و باهوش باشه، این یه چیزی پیدا کرده که دنیا پیدا نکرده. ببین الان دوستانم چند تا دوستان توی ایران هستن تو کار دیجیتال، خوششم نمیاد من چه بگم. ببین بهتون بگم دوستان، وقت خودت تلف میکنی، از حالا ممکنه بعضی هستن، اون شخص که من گفتم تو تیم خودم قبلا بود تو کانادا دیو، خیلی پول میسازه، منتها خب اول پیدا میکنه میره توی یا میسازه همه پولش رو دست بدن باز یه چیز دیگه پیدا میکنه. این چیز کار خیلی بدیه، منم خیلی حالش گرفتم سر این موضوع، دیگه هم باش تو بعد میکنم به خاطر این موضوع. ولی خب آخرش چی؟ ببین این سیستم خیلی سیستم مهمیه، ما آیندهمون MLMه. کسانی اصلا اشتباه که میکنن خودشون از MLM میکشن بیرون، یعنی جو کار میکنن که اصلا اپورتونتی از دستشون میاد بیرون. تا آخر عمرت بگو 5000 تا کمپانی خوب میاد بیرون، ممکنه آیه اپورتونتی خیلی خوبی باشد باشه، حالا الان نه سال دیگه دو سال دیگه، وقتی اسمتو خراب میکنه تو این MLM. ما فقط رپیتیشن مهمه، اسمت که خراب میشه تو این اندستری دیگه آیندت از دست دادی، آیندت از دست دادی. پس بکشین که ببین همه تا الان دیگه همه میدونن دیجیتال اینا دو وجود نداره. خب حالا به گاهی دفعه اول تو شنیدید دیگه، این چیزا رو بذارین کنار، تمام قوتتون رو بذارین رو کمپانی خوب ایران. ممکنه یواش بده جلو بره، سعی کنین کمپانیتون رو بهتر کنین. من نمیگم کمپانی ایران نباید بهتر بشن، حتما همشون باید بهتر بشن، ولی میگم حداقل رو یه چیزی کار کنین که بتونه بهتر بشه. با لیدراتون صحبت کنین، یه کمیتی بذارین. من تو کمپانی خودم من یه چیزی دارم که میگم عقیده هم واسه کارمندای کمپانی هم واسه دشویرا، عقیداتون رو بفرستین ماهیانه. اگر یکی از عقیداتون ما استفاده کردیم ما یه دونه پرایز بهشون میدیم. میخوام قشنگ، چون بعضی یکی یه چیز فکر میکنه، اتفاقا خیلی هم عقیدای خوب از کارمندامون میاد، از بعضیش از لیدرامون میاد. خیلی ما یه همچین ریلیشنشی با هم خودتون کمپانی خوبتون رو بزرگ کنیم. خب اون یه تیکه، حالا این که من یه تیکهشو گفتم این خودش دو ساعته، ولی چون امروز خیلی مطلب داریم این کوچولو 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 میرم توش. خب یه سوالی که زیاد میاد، دوستان میگن آقای مسکلو من چجوری پول بسازم، نمیدونم من چجوری ملت رو ریکروت بکنم، من چجوری اینا. امروز موقعی نیست که من چیزای خیلی ابتدایی بهتون بگم چجوری مثلا اسکریپت چی باشه و فلان اینا. الان میخوام پایگاهتون رو قوی کنم. فورنزیک اونه که اگه پایگاهت قوی باشه لانجویتی بهت میده. لانجویتی یعنی دووم میاری، هر چیزی که بخواد بزرگ باشه باید دووم بیاری، ولی کوچی سریع در نیست که، باید دووم بیاری. اگه میخواد مثلا از ایران پاشه بیای کانادا، خب این 10 ساعت نمیدونم شاید تو هواپیما باید دووم بیاری. اگه از تهران بخوای بری تو کرج 5 دقیقه است. خلاصه این دوام، اگه بخوای اون ساکسسی که تو میخوای بستگی داره ساکسس چی باشه. واسه بعضیا اگه من مثلا پول کارمو در بیارم، شغلمو در بیارم، کارمو ول کنم، خوشحالم، خب خیلی چیز خوبیه. اون بعضی میگن نه من فقط یه خود بیشتر میخوام پول ماشینمو بهتر کنم، خب اونم خوبه. بعضیا هستن نه من میلیون ها میخوام بسازم، خب میلیون بشم. خب ببین اینا باید کلت باشه که خب این قرص نیست که، این یه پروسسه، پروسس you know، یه راهیه، یه مسیریه که آدم باید طرفش بره. یعنی پروسس مسیره، اون چیزیش که همینجور برسی بهش، نه این یه مسیره، تو مسیر باید برسی نه به نتیجهش، نتیجهش میاد. برو تو مسیر، مثلا الان میگیم من تهران میخوام برم مشهد، خب نمیتونی مشهد که میخوام بری مشهد، ولی نمیتونی، باید بری تو مسیر اول تا بری تو مسیر رو که برسه به مشهد.
ساکسس هم اونجوره، من خب پول دارشم. خب اون نتیجته، اون جایی که جایی ولی خب بخوای به اونجا برسی یه پخت داده یه که اول بده چو که بده به اونجا برسی. دوستان که میان تو این شغل خیلی با حال ما خب پول داشتم، خب پول داشت، نگو میخوام پول داشتم، بگو محصولی چیه. ما میدونیم بیکار نبودی که، نه حوصله‌مون سر رفته، ما هممون داریم میایم میخوایم بریم. خب میدونیم چی میخوایم، هممون یه دلیل داریم، پول میخوایم، خونه بزرگتر میخوایم، ماشین بهتر میخوایم، نمیدونم کار میخوام ول کنیم، مام بابا میخوام باز چسب بشن، بچه ها میخوام برن هاروارد، هممون یه دلیل داریم. خب نگو میخوام پول بسازم، بگو خب مسیری که به این چیزا میخوام بسازم اون چیه. خیلی فرق میکنه با هم. اگه فوکست به مسیر باشه پس فردا میگی نمیدونم موتیویشن ندارم، چون به نتیجه نرسیدی، دنبال اون نتیجه میگشتی، یه هفته بعد دو هفته بعد خب نرسیدم به نتیجه، پس کار نکرد. اگر مسیر فوکس رو مسیر بود، خب میدونی خب مسیر رو درازیه، طولانیه، موتیویشنت نمیره دیگه، چون میدونی خب تو مسیر دوهای دیگه تو راهی. خب من یه چیزا الان خب با تو شیر کنم که پایگاه توی خود قوی بشه. ما یه دونه تاور داریم اینجا، شما هم توی تو تهران داریم یه تاور دیگه، همون برج، یه برج داریم بهش تو یه سی ان تاور هست که تو تورنتو، یه دونه هم هست بزرگ تو کلگریه. این برج اینو درست بگیرین، این برج همون توی ایران هم که هست که تو تهران داریم، قشنگ خیلی 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 هم قشنگ، من بودم اونجا دفعه اومدم خیلی حال کردم اونجا. حالا اون برجی که تو تهران می‌بینین، حالا اونو من داستانش رو نمی‌دونم، ولی این که تو کلگری هست اینه، مول تهران این همین حد 100 درصد. فرض بدین اونا که لیدرایی که الان تو خط هستن بدین اینو اطلاعات پیدا کن استفادهش کنیم. این برج تو کلگری هست 13,000 تنه، 13,000 تن، 13,000 تن این برج، 7,000 تن از 13,000 زیر زمینه، زیر زمینه جایی که نمیتی ببینی. یعنی چی؟ پایگاه و قوی باشه. اگه پایگاه قوی نباشه مثل برج بالا نمیره. پس همین هم بریم مثلا همون برج تهران و اطلاعش رو پیدا کنیم، 100% پایین ترش از بالاترش سنگین تره، باید نگه دادونه دیگه. ما همون تو هستیم، ما همون طوری هستیم، ما خودمون باید پایگاهمون قوی باشه. پایگاهمون قوی نباشه هر بادی با عوض میکنه، همون عوض میکنه. بذارید خود صحبت کنیم. من یه دون ویدیو زدم بیرون، چپتر جدید نوشتم، Secret 100% Close Ratio in MLM. راز، سیکرت میشه راز، مثل که دیگه رازه که 100% ملت پیشنهادات رو قبول میکنن. 100% چه بخواد جنس بفروشین، چه بخواین بیان تو تیمتون، اپورتونیتی تو میخوان قبول کنن 100%. که بخوام به اون نتیجه برسیم، اول چیزی که باید صحبت کنیم راجبش اینه که MLM چی نیست، ملت پروسپکت دنبال چی نمیگردن. خب اول راجبمون صحبت کنیم، چون همه می دونم پروسپکت میخوان چیکار کنن، بخوشون جنس، میخوان بهشون جنس بفروشیم، میخوان ریکروتشون کنیم، همون دیگه. بذار اول صحبت کنیم پروسپکت دنبال چی نمیگرده. خب اولین چیزی اینه که پروسپکت، این ممکنه شوکتون کنه، پروسپکت ها دنبال اپورتونیتی نمیگردن. بذاری خود بده این تو چی گفت؟ یعنی چی؟ پروسپکت ها که باشون صحبت میکنین دنبال اپورتونیتی نمیگردن. چه کمپانی من چه کمپانی تو فرق میکنه. اون یکی اونو بنویس، پروسپکت ها دنبال کمپانی نمیگردن، دنبال اپورتونیتی، دنبال بزنس نمیگردن. چک، بعدا متوجه میشیم این کجا داره میره. خب پروسپکت ها دنبال جنس هم نمیگردن. ببین چیزایی که شما یاد گرفتیم، این چیزایی که بیسیک MLM فرنزیک خیلی ادوانسه، ممکنه خیلیاتون یه خود اولی خود گیج بشین، چون
خب چی شد؟ هر چی این داره میگه فرق میکنه با چیزی که آپلان من گفته. آخرش به هم میرسیم. آخرش به هم میرسیم. یه خود صبور باشین. چون این خیلی قبل از اون کاراست که ما بخوایم پیشنهاد جنس بدیم، پیشنهاد اپورتونتی بدیم. ما من راز اصلیشو بهتون میگم چرا ملت شما رو بخوام فالو بکنن تو هر چیزی که شما میخوایم بکنی. خب دنبال بزنس نمیگردم پروسپکت ها، دنبال جنس بهتر نمیگردم، نمیان جنس بخرم بخوام مریضن، چون میگه هلف کامپیونر کمپانی که جنس های گیاهی میفروشن برو دنبال آدم مریض. اونم نیست. نمیان بخرم به خاطر اینکه خواهد مریض باشن، نه اونه نه به خاطر اینکه مریض نیستن، هلفی هن. اونا هم نیست، نه مریض هن نه هلفی. به خاطر اون دلیل نبود که جنس رو خریدن، به خاطر این پول نبود که اومدن تو تیمت جوین شدن، به خاطر اون اصلا نبود. این چیزا یه دلیل دیگه ای داشت. پروسپکت فقط یه دلیل داره که میاد تیمت بخواد تو تیمت پیشنهادتو بگیره، اپورتونتی یا جنستو، محصولاتو، فقط یه دلیل داره، اونم اینه که پروسپکت تصمیم گرفت که زندگیش بهتره با تو داخلش تا بدون تو. بذار دوباره بگم، اگر پروسپکت قبول کنه که زندگیش با تو بهتره، هر چی داشته باشه قبول میکنه. بذار دوباره بگم، پروسپکت بزنس نمیخره، پروسپکت یه هدفهایی داره که میدونه با تو میتونه به اون هدفاش برسه. بزنس زیاد هست، همونجا رو اینترنت با هزار تا بزنس هست که اون نرفتن، با تو نشسته، با تو نشسته، دنبال بزنس نمیگرده. میخواه بینه با تو میتونی بیادیش به اون هدفاش برسه. پس چی؟ با تو، تویی که داره اساس میکنه، نه بزنس تو. اگر تو مغزش بیاد که زندگیش با تو بهتره، هر کار هر چی بخوای بفروشی میخواد ازت، هر چی بزنسی داشته باشی میاد توش. همین حرفه که الان زدیم، پانزی سکیم و پرمیت سکیم ها، این همه آدم دارن میرن تو، نه جنس دارن نه بزنس دارن، واسه چی میرن؟ اینا قبول کردن که اون شخصی که جلوش نشسته میگه این پانزی سکیم خوبه، اینا قبول کردن که زندگیشون با این شخص بهتره، واسه همین رفتن تو، نه جنس هست نه مسئول هست نه هیچ. بزن یه خود چون میدونم این چیزایی که مثلا خب خیلی فرق میکنه با اون چیزای معمولی MLM. پس وقتی جلوی یه نفر نشستی، بزنس پس فروش نیست، محصولا پس فروش نیست، خودت پس فروشی، خودتو باید بفروشی. اگر بازم بذار بگم، اگر پروسپکت قبول کنه تو کل خودش که زندگیش با تو بهتره، میاد تو زندگیت، میاد تو کارت، جنسات هم میخره. کسانی هستن مریضن، ما هم یه جنس های خیلی خوبی تو منم هست، ما اصلا جواب این مریضی رو داریم ولی نمیخرن. چرا؟ قبول نکردن که زندگیش، هلفش، اون کاندیشنی که داره با جنس تو بهتر میشه، قبول نکرده. درست؟ وقت کسانی هستن میرن یه جنس های خیلی بد و تاکسیک اصلا بد دوایی، اونا رو میان میخرن میزن تو بدنشون، چون قبول کردن، فکر میکنن که زندگیشون با این دوا بهتره. پس فوکس ما رو چی باید باشه؟ فوکس ما رو خودمون باید باشه، خودمون به یه جایی برسونیم که حرف ما مثل طلا باشه. اونم فقط با صداقت میاد جلو. میدونم این چه سختیه واسه بعضی کالچرها، ولی با صداقت باید بیاد جلو. اونم فقط بس نیست، صداقت باید باشه، اطلاعات خوب باید باشه،
خیلی باید سخت کار کنی به اونجا برسی، یعنی آسون نیست خود به یه جایی برسونی که وقتی حرف میزنی همه گوششون میره بالا. خیلی طول میکشه به credibility تو به جایی میرسونی که وقتی چیزی میگی ملت گوش میکنن. این یه مسیره، اونجوری نیست که همینجوری که من اون شخصم، نه این خبره نیست. این خبره نیست. قبلا هم یه آماری هست، میگن یه شخص 7 دفعه حرفات رو باید قبول کنه، اون 7 دفعه هم حرفاش باید درست باشه که به تو بلیف به تو داشته باشن 100%. یعنی 7 دفعه یه چیزایی باید بهش بگی که نه نمیدونسته، بعد وقت چک کرده نه بابا درست میگه، اون موقع کردیبیلیتی به جای میرسه که ملت فالوت میکنن. وقتی که نتورکرها میرن بیرون و میخوان جنس بفروشن، خب اون شخص که میخواد بهش بفروشی باید این که هیچ کانکشنی با این مسئولیت رو نداره، که هیچ کانکشنی نداره، یه شیشه هست، هست چیم تو بخواه بگی یه شیشه هست. خیلی خیلی چیزا میگن. پس وقتی که خودتو اعتماد به خودت کرد، به حرفتو کرد، هر چین تو باشه میخره، همیشه هم فالوآپ میکنه. جنس نفروشین، اپورتونیتی نفروشین، اول خودتون رو بفروشین. خیلی خنده‌دار میشه وقتی میگم خودتون بفروشین، خود میدونی منظورم چیه. کردیبیلیتی خودته. پس چرا تو نره پروسپکت ها اول شما رو میخرن، اول اینسپریشن شما رو میخرن، هیجان شما رو میخرن، آرزوهای شما رو میخرن. اولین چیز باید از شما خوششون بیاد. ما تو فورنسیک میگیم like and trust. اگر like and trust اعتماد و like خوششون بیاد، اون نباشه اصلا مهم نیست چیز رو میفروشی. اولین چیز باید شد like. حال چجوری یه پروسپکتی نمیشناسه شما بخواد دوست داشته باشه؟ like میدید چجوری؟ خیلی راحته. وقتی با اون پروسپکت نشستی راجب تو بزرسه جنستو نیست، راجب اون باید باشه conversation. شما باید سوال بکنی، اون باید جواب بده، شما قشنگ گوش کنی. وقتی که سوال ملت میکنی چی واسه شون مهمه، چه هدفاشون چیه، چه مشکلایی دارن، چه دنبال چه سولوشن میگردن، وقتی که ملت اون چیزا بهت دارن میگن، اتوماتیک از تو خودش از شما خوششون میاد. اوتوماتیک متو برعکس تو میده. دیستریبیوتور میشینه، پروسپکت میشینه، دیستریبیوشن فقط ببین اگه لایک اند تراست نباشه مهم نیست چی میفروشی. اینجا باید بگم چند دفعه شد رفتی یه مغازه یه چیزی میخواستی بخری، مغازه هم داشته منتها یارو خوشت نیومده، از کسی سیلزمن خوشت نیومده، گفت مسی اصلا از هیچی نمیخرم مالی بیرون داشتن، اون چیزی که میخواستی بود، منتها چون خوشت نمیومد از اون فروشنده گفت اصلا هیچی نمیخرم. امالا منجوریه، کسی که جلوت نشسته تو رو داره اساس میکنه، نه بزنس تو. من میخوام با این شخص کار کنم، من میتونم به اعتماد کنم. اگر اون like and trust رو استابلش بکنین، هر کاری بکنیم. این داستان پیش اومده، خودتون هم میدونین. مثلا اومدین توی کمپانی به یه نفر زنگ زدین، اینقدر like and trust با ایشون داشتین، قبل اینکه اصلا ببینه پرزنتیشن رو میگه تو رفتی توش، منم بذار توش، منم پشت سرت میام. حق تو هستی، منم هستم. اینم هست. چرا؟ به خاطر اینکه like and trust با این شخص داشتیم. بس مهمه که خودتو اول خودتو چیز بیاری بالا. یه زمانی میشه اول که شروع کردم پول ساختن توی بدن 25 سالم بود، دنبال یه ماشین اگزاتیک میگشتم، بعد میرفتم خیلی حال میکردم. موقع خوبی وقتی پول داری میسازی، واقعا اول که پول نمیسازیم عکس ماشین رو میگیریم، یا مثلا یواشکی میرفتیم تو دیلرشیپ نگاه میکردیم که مثلا دریم بیلدینگ، دیگه بهش میگیم دریم بیلدینگ، که آیندهمون که رویایی فکر میکردیم اینا. خیلی باحال به یه زمانی میرسی که بعد
میری تو دیلرشی با قدرت اومدی که نه که ببینی، اومدی که ببینی و بخری. خیلی باحاله، خیلی باحاله. منتها چون من تو کار فرانزیک هستم، کتاب فرانزیک رو نوشتم، اصلا یه خود عصبانی میشدم. میرفتم تو مثلا یه ماشین پارک کردی اونجا، ماشین مثلا اون زمان 20 سال پیش بود، 25 سال پیش بود، $100,000 خیلی پول بود اون زمان، $100,000. خب بعد مثلا سلزمن بلند میشه میاد به من نگاه میکنه، به خنده میگه چند ماشین قشنگه. Isn't that a beautiful car؟ چند ماشین قشنگیه. نگاه که میگم گوساله، میبینم قشنگه. این کوکه نیستم، اگر میبینم قشنگه اومدم اینجا، به خاطر این اومدم اینجا. تو باید به من بگی باسه چرا تو باید اینو بخرم، نه یه دلشی بگه اون باید شده، نه یا بگو ماشین چرا قشنگه. کوکه نیستم، بیا خودتو به من بفروش که چرا من اینو از تو باید بگیرم. MLM ملت همه یکیه. یه رهبر، حالا تو هر رهبری باشه، ملت فالوش میکنن به خاطر اینکه قبول کردن این رهبر زندگیشون با این رهبر بهتره تا بدون این بر رهبر. وقتی می رای میدیم هر کشوری رای بده واسه پرزیدنت، این رای ها که داره میاد، اون که رای میده تصمیم گرفته که زندگیش با این پرزیدنت بهتر میشه تا بدون این پرزیدنت کسی دیگه باشه. و فکر بکنین شما چجوری میتونین وقتی جلو پراسپکت نشستین این احساس رو به اونا بدین که چه با جنساتون، بدون جنساتون، با آپورتونیتی، بدون آپورتونیتی، یه جوری باید با این رفتار کنین که این شخص بگه من میخوام با این شخص آشنا بشم. مهم نیست چی میفروشه، مهم نیست که بیام تو نیام تو، من میخوام این شخص زندگی من باشه. این کار سختیه. نیست چرا؟ به خاطر ملت خوششون نمیخوان بشن. این یعنی چی؟ یعنی تمام کار و تمام ریسپانسیبلیتی رو گذاشتین رو جنس و محصول و رو اپورتونیتی، انگار که خودتون نباید عوض شین. خب انگار که تمام کار و اپورتونیتی باید انجام بده، پاورپوینت باید انجام بده، محصول باید انجام بدن، خودتون نباید اصلا عوض شین. ما نمیخوام عوض، اون کاره، اون یعنی ما باید خود عوض کنیم. خب ما کار کنیم عوض کنیم خودمون دیگه. ما پس همه رو گذاشتیم رو محصول و رو کمپانی و رو اپورتونیتی، خب اون درست کار نمی کنم. ممکنه ما تازه شروع کردیم، ما ممکنه یه خود الان دوزاری میفته توی نمیدم که بابا اون فکرهایی که ما میکردیم خیلی فرق میکنه با این چیزی که واقعا ایمیل هست. من 5 تا کمپانی ایمیل درست کردم، 4 تاش دیستریبیوتور بودم مثل خودتون. من خودم دیستریبیوتور بودم مثل خودتون. چجوری میتونی هر کمپانی که میری بزرگش کنی؟ به خاطر که این راز رو باید بدونی. راز اینه که تو ملت کاندیدیت پروسپکت دنبال پرادکت نیست، جنس نیست، دنبال اپورتونیتی هم نیست، دنبال بزنس هم نیست. فقط یه چیز رو ما تو پرزنتیشن باید به این رد کنیم، اون که وقتی که کارش تموم شد که این قبول کنه که زندگیش با تو بهتره تا بدون تو. بقیهش دیگه میاد. من نمیدونم الان چقدر وقت مونده رو لایف. دوستان اگه شما میتونین به من بنویسین اینجا که یه وقت قد نشه بازم باید برگردیم دیگه، یعنی باید بریم بازم ستاپ کنیم و باز برگردیم. شما بازم وقت بذارین اینجا که چقدر مونده که یه دفعه قد نشه. اگه قد شدیم باز برگردیم. من همیشه من یه دونه مودریتور دارم، خب تو ایران پیمان جا خودش ادمنه، الان که مثل که ایشون مشکل اینترنتی داره. خب برگردم سر کارمون. دوستتون دارن، اعتماد بهتون دارن. وقتی اعتماد بهتون دارن، نه که شما رو بشناسن، شما نمیشناسن، اعتماد به تو، نه اعتماد به هدفهای تو. مثلا میگی میخوام بازنشسته کنم مام بابا ما، خب اونم همینه میخواد. میخوام پول بیشتر داشته باشم، خب اونم همینه میخواد. میخوام ماشینم بهتر باشه، اونم همینه میخواد. خونه‌ام بهتر باشه، اونم همینه میخواد. بچه‌ام برن هاروارد، اونم همونه میخواد. وکیشن بهتر برم. این هدفهایی که خودت داری همه همونه دارن. اونو اعتماد رو اونه، نه به تو. به تو که نمیشناسن که.
پس اونا باید بشینیم ما بهش میگیم promise list. Promise list بشه لیست قول، نه گولا، گول قول، هم فاز قول به نفع قول میدی که مثلا من بهت قول میدم که مثلا این اون لیست قولو باید داشته باشیم. بدونی چیه؟ انقدر باید تو قلبت باشه که وقتی با پروسپکت نشستی اونو که داری هدفهای خودتو داری با انقدر با قدرت هدفاتو داری میگی که اونم میگه میگه چیه؟ منم اون چیزا رو میخوام، منم اونو میخوام. این هم شخص هم خیلی فرق میکنه با اون شخص های دیگه. این واقعا با قدرت میاد جلو، واقعا با کنوکشن داده میاد جلو. با پس من میخوام بغل این باشم، من میخوام پشت سر این باشم، من میخوام این کار خیلی ساده رو خیلی انجام نمیدن. همون promise list میشیم، مثل فارسی انگلیسی بگیم همون، چون بهتر که بعضی کلمات بهتر همون انگلیسی رو بردین. promise list، promise میشه قول دادن دیگه. حالا چرا من گول، مثلا اسپیکرهای دیگه میگن، حتی جیم رون که یکی از منتور خودم میگه گول لیست، من از هر کلمه گول اصلا خوشم نمیاد. 25 سال هم بحث کردم کادوی واسه با مارک یارنلم، خیلی باشون بحث میکردم، گفتم این گول جی او ای ال بدترین کلمه است واسه یه سکسس. چرا؟ به خاطر اینکه یکی میگه این گول لیست من اینه، اصلا هیچ کانکشنی با اون نداره. گول انگار چیزی که خب حالا خوب اگه بشه، این چیزایی که دوست دارم حالا خوب اگه بشه، یعنی هیچ به خودمون کانکشنی نداره، یعنی چیزی که حالا خوبه بشه خدا بشه. ولی پرامیس لیست خیلی فرق میکنه، اون چیزی که من میگم پرامیس لیست، لیست قول دادن، قول، بخاطر اینکه اون حرف توه، اون کردیبلیتی خودته، اون به تو وصله. وقتی که میگی من این لیست قولم، یعنی چی؟ یعنی خب حرفته، لنا قول به من دادی که این کار رو انجام بشه، این خودتی. وقتی میگی این گوله، خب گول دادی، همه یه گولای دارن دیگه، نمیخوام سیگار بگیشتم مثلا سال نو، خیلی با هم فرق میکنه. این چیز سختی ولی نیست، ولی انجام نمیدی. این چیز خیلی آسان وقتی انجام نمیدیم، وقتی جلو پروسپکت نشستین حرفی نداریم بزنین، فقط حرفتون پریزنتیشنه، فقط حرفتون محصوله. خودتون دیگه به قول خود بیاماز یخت و هدفهای خودتون. خب تازه الان متوجه دادیم میشین پروسپکت تو رو داره اساس میکنه، نه جنس تو. هیچکی جنس نمیخواد بخره، همه بی پولن به خاطر جنس، همه بی پولن بخوان اپورتونیتی بخرن، ولی اگه ولی تو رو یه عالم پول میدن که فقط تو رو بخرن، میرن پول پیدا میکنن، از هر جا که باید پیدا کنن پیدا میکنن که تو رو بخرن، نه جنس تو. بازم بریم، وقتی که دنبال یه چیزی میگردن که بدونن با تو زندگیشون بهتر، خب وقتی با تو هن خوشحال ترن، اگه کسی بده با تو هم خوشحال ترن میخوان تو زندگیت باشن، وقتی با تو هم کمتر میترسن. ببین مثلا تو این کووید که پیش اومد، خب دنیا ترسید دیگه، 2020 همه ترسیدن، دولت هم که دیوونه بازیه و اینا، تو کمپانی ما هیچی تکون نخور. خودتون این 2020 بهترین مومنتم کمپانی دنیا بودیم، به خاطر اینکه از روز اول من یه کنفرانس بزرگ دادم آنلاین، گفتم هیچی عوض نشد. Everything. تازه چی؟ الان اپورتونیتی واسه ما اومد. قول بهشون دادم، گفتم هیچ چی عوض نمیشه. تمام و حسابم دو دنیا پول پول، ما هر روز اینجاییم مثل قبلن هم 99% رو دارم روز میرید بیرون. یعنی هر چی هم واسه من سخت شد که شده، یعنی قیمت ها سه برابر شد واسه فدکس و اینا، ما 200 کشور میفرستیم چیزا رو، ولی یک قروش پس نکردم کاستا یک ساخت، خودم گرفتم همه رو، همه چی همونجور که بود بود، یک اصلا تکون نخورد. تو فکر میکنی این شخصا میرن از این کمپانی؟ میدونی بزرگترین تستمونی ما چی بود؟ خدا رو شکر که این کمپانی هست، فکر میکردن که پروتکشن دادن، یعنی کمپانی یه انگار که ما کامیونیتیمون با دنیا فرق میکنه، این مشکل های کووید مال دنیاست، مال ما اصلا وجود نداره. چجوری تو میتونی اینو تو کمپانی تو تیم خودت درست کنی؟ فکر بکن.
اگر ملت کمتر بترسن به خاطر لیدرشپ تو، به خاطر انرژی تو، به خاطر اون اینسپریشنی که تو میادی که میارن، همون بسته بازشون که همه میخوام بیان توی کمیونیتی که واقعا احساس خوبیشون بده. پولش کنار این، اینو میدون اگه فقط ملت به خاطر پول بیان وسط اصلا ریتنشن نداره، ریتنشن اصلا نداره، چون خب پول میاد وسط و پول که رفت خوشون میرن. ریتنشن از پول وسط نمیاد، ریتنشن از کالچر و فرهنگ تیم وسط میاد. این خیلی مهمه. پس اگه خوشحالتر باشن باهاتن، اگه کمتر بترسن باهاتن، اگه بیشتر کانفیدنس داشته باشن، اعتماد به نفس داشته باشن، چون به خاطر این موتیویشن اینسپریشن که میدی و اینا با تیمی که همه خب امله میزی، فرهنگ قشنگیه، خیلی خب فرهنگ قشنگیه، قویه، باهات هستن. اگه کمتر دیپرسن، افسردگی دارن به خاطر که تو هستی، کمپانیت هست، اینسپریشن هست، باهات میمونن. اگه دوست دارن فقط دورورت باشن، باهات میمونن، چون فانی، یعنی فان تفریح میکنن. این چیزی که بیرون محیط ما نیست. غیر محیط MLM چی پازیتیوه؟ یه خب فکرشو بکن، غیر از محیط MLM چی پازیتیو هست؟ همشون که کله هم دیگه هست. یکی بعد میخواد فقط ثابت کنه، یکی دیگه از اون بدتره. چیز خوبی ندارم، فقط کی از کی بدتره. تو یه شخصی باید باشی که وقتی نیستی ملت افتخار کنن که میشناسنت. پشت سر جوری بگن من میشناسم فلان کسو. تو چه جوری میتونی این شخص بشی؟ این تازه متوجه میشه ملم چی هست. ملم اون چیزی که فکر میکردی نیست. ما خیلی فروش نیستیم، ما یه کالچری هستیم، ملت رو تکون میدیم نه جنسو، ملت رو بزرگ میکنیم نه بزنسو، ما کامیونیتی رو بزرگ میکنیم. چون کمپانی هم یه جنسای خوبی ده، خب اون جنسا رو استفاده میکنیم و پروموت میکنیم، ولی ما کامیونیتی رو داریم بزرگ میکنیم. پس یادتون نره ملت 100% ملت هم جنساتو هم اپورتونیتی رو میگیرن اگر فکر کنن زندگیشون با تو بهتره، تو بدون تو. یعنی ریسکی که تو باید دست دادن خیلی بزرگ واسه شون. جنسات هم میگیرن، اپورتونیتی هم میگیرن به خاطر که میخوان با تو باشن. ولی کار واسه تو سخت شده وجهتون رو. یعنی چی؟ یعنی باید عوض شم؟ یعنی باید کتاب بخونم؟ یعنی ادام باید عوض شه؟ منظور چیه؟ بله، تمام ریسپانسیبلیتی رو رو پریزنتیشن نذارین، رو مسئول ها نذارین، ریسپانسیبلیتی رو اول خودتون بذارین. خب یکی میگه خب فهمیدم، چه وقت داریم؟ نمیخوام یه دفعه قطع بشه اینجا. لطف کنیم پیمان جان اگه هستی یه تو بذاری من بیدم. پیمان چیزی نوشته اینجا، خب پیمان من دارم بازم اینوایتت میکنم ببینم خدا یه موقع شاید بشه نشه نمیدونم. The chat. فکر کردیم داشت می اومد. خلاصه پیمان جان بنویس چقدر وقت داریم ما که موکه بازم بندازه. خب یکی گفت دستم اومد، فهمیدم متوجه شدم. خب چجوری من میتونم اون شخص بشم؟ ما تو فرانزه که چپتر خیلی بزرگی با سعیم دادیم، ولی ما سه تا دلیله که یکی به شما میگه بله قبول میکنه پیشنهادتون. سه قبلا راجبی صحبت کردیم، بازم میگیم اولین چیز اینه که you have to establish like، باید
از شما خوششون بیاد. یعنی چی؟ وقتی جلوش نشستی ما بگی چه آدم خوبی بودیم. حالا چجوری ملت چجوری میتونه این داستان پیش بیاد؟ اینه که ملت دوستان خودشون حرف بزنن. تا زمانی که پروسپکت خودش داره حرف میزنه از تو خیلی خوشش میاد. یه حدودی داره، نه که بزنی یه ساعت به اون گوش کنی، نه. یه سوالای خیلی سپسیفیک خاصی، یه سوال خاصی ازش میکنین که واسه مهمه، چه مشکلایی دارن، سوالایی که تو جوابش لازم داری که بتونی حسنای کمپانی خودت، آپچون خودت، جنس خودت به اون سوالا بچسبونی. بعد چجوری لایک میکنی؟ یه سوالای خیلی سپسیفیک خودت بکن، نه که خودشون بشنن نمیدونم از قصه زندگی شوه، نه. یه سوالای خیلی خاص میکنی بعد گوش میکنی. پس اونا جواب سوالای خودش رو دارن میدن، نه اینکه خودشون همینجور. وقتی که ملت دارن صحبت میکنن اوتوماتیک تو خوششون میاد. پسرا وقتی میخوایم بریم دیت همونم خوبه، خیلی خوب کار میکنه. یه سوال بکن فقط کوچی، سوال ساکت شو بذار خانم بگه، 100% موفق میشه. این یه تکنیکاییه که همه جای زندگی کار میکنه، نه فقط رو بزنس. اولین کاری که باید بکنی have to establish like که باید از خوششون بیاد. دوم establish trust، اونم صحبتش کردیم، اعتماد به هدفهای شما. پس باید بشینی بنویسی همون goal list، لیست goal، 10-20 چیزایی که باید مهمه رو اینقدر قشنگ بنویسی، اینقدر اینو دیتیل بکنی که خود درست میدونی چی باید مهمه. گفتم که ماشین بهتر، خونه بهتر، وکیشن بهتر، تعطیلات بهتر، بچه‌ام بان هاروارد، مامان بابا بازنشست بشن، نه من هر چیزی اینا رو میخوام چریتی کمک کنم. مثلا من الان یه دونه قول دادم تو ایران که من 100 تا بچه‌ها تا آخر سال باید گوشتش رو درست کنم، 15 تاش دادیم چه الان. این چیزایی که باید بدونی. بعد وقتی اون کار انجام شد، وقتی جلو پروسپکت نشستی، جلو کاندیدیت نشستی، قشنگ داره گوش میکنه. اول که گفت مشکلش چیه، تو گوش کردی خوشش اومد چون اون داشت صحبت میکرد. الان تو چیزایی داری میگی که اونم فکر میکنه منم اونو میخوام. میشه تراست. Like and trust 66% آره بله قبول کردن، همون like and trust. از به کمپانی کار نده، اصلا به محصول کاری نداره. 66% قبول کردن همین دوتاست. آخرین یک سوم، آخرین 33% پروپون چیه، جنس چیه، محصول چیه. وقتی که like and trust انجام ندادی یعنی چی؟ یعنی گذاشتی که اون پرسنتی که این شخص پیشنهاد قبول کنه شده یک سوم. یعنی دو سوم قبول کردن و پیشنهاد رو قبل از پرزنتیشن انجام میشه، قبل از کسی بدونه جنس چی هست، قبل از کسی بدونه این پرزنتیشن چیه، این اپورتونیتی چیه. با سمانی گفتم گاهی وقتا با یه نفر زنی میزه میشه ستت میگه تو هستی من هستم بیا تو، اصلا نمیدونه چی هست، نه پرزنتیشن رو دیده نه جنس رو استفاده کرده، ولی چون تو توش هستی like and trust باهاش داری، تو هستی من هستم. به خاطر اینکه 66% قبول کردن به اپورتونتی کاری نداره، به محصول کاری نداره. از اون ور اگر لایک اند تراست نداشته باشی، یه شخص اومد جلوتو نشسته، نه لایک داری نه تراست داری، یه پاورپوینت داری بهش نشون میدی، یه محصول داری بهش نشون میدی، بیا نگاه میکنه میگه حالا شاید قبول کنه، شاید، ولی خب یک سوم چانس دیگه، شاید یه نیازی داشته باشه بخواد قبول کنه، ولی اون یک سوم کاره ممکنه که آنو برم فکر میکنم باشه بش. چند پنج تا کمپانی دیگه هم هستن، دو تا دیجیتال هم اونجا میشناسن فعلا، همشون میخوان منو بیارن وسط. چون نه لایک اند تراست داری همه کمپتیشن هم دیگه، وقتی لایک اند تراست نداشته باشی همه کمپتیشن هم. یه مثلا من خودم تو رستوران وقتی میخوام برستوران، من 5-6 تا جای هست که همیشه میخوام به همونجا برم. رستوران خیلی خوب زیاد هست،
ولی نه من دیگه لایک اند تراست با اونر دارم، میشناسم من اونجا، فقط میگم پاشو بریم اونجا. من تو ایران بودم با نورک های ایران جمع شدیم یه دفعه 5-6 سال پیش بود، رستوران یاس مثل اون ولی اصلا این طرف بود، رستوران خیلی خوب بود. رفتیم اونجا دیگه، هر موقع که من تو ایران بودم بریم کباب بخوریم بریم اونجا. حالا ایران خدای کبابه، خیلی جا اونجا هست تو ایران، ولی خب لایک اند تراست من با این شخص بود، رئیسش خیلی خوب بود، صاحبش اومد و خیلی 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 حال داد. پس چی شد؟ تو تهران کباب کمه؟ نه، like and trust بود که من کشید اونجا. تازه قیمتشون هم 10 برابر جای دیگه است. واسه من مهم نبود. Like and trust بود. بودم میخوام بیم بود همونجا. باز نها بگشتم اونجا. هم از من 7 فوت اونجا. من 3 دفعه رفتم اونجا. یعنی چی؟ Like and trust. اون آخریش پاورپوینت میشه دیگه. حالا چه جنس باشه چه کامپلان باشه. خوب یا نه؟ Good or great. بهش بگیم good or great. بهتر کنید دوستان. من یه قهوه بخورم. آره خود این بویده. آب آلبالو قهوه با هم خوب نمیاد. خب. وقتی که like and trust رو با prospect دارین چی میشه؟ وقتی like and trust با prospect داریم، وقتی که prospect قبول میکنه که زندگیش با تو بهتره تا بدون تو، آدم های بی پول قبول میکنن، پولشو پیدا میکنن، میان سر کار جنسات هم میخرن. آدم های پول دار میان میخرن، همه هم میخرن. آدم هایی که رویایین میان، آدم های منفی میان، همه میان وسط، به خاطر اینکه دیگه مهم نیست پیشنهاد چی بود، تو رو میخوام بخرن. آدم های منفی میان وسط اکثرا، بعضی هستن که اصلا با رایت آف هن، اکثرا آدم های منفی هم. آدم های مثبت میان وسط، آدم هایی که افسردگی دارن میان وسط، چون زندگی شد تو اصلا شاد میکنی. ببین چقدر حسن داره این صنعت، چقدر ما میتونیم دنیا رو کمک کنیم، مخصوصا کشورهایی که مثلا خب ایران از جای دیگه بدتر نیست، منتها ایرانی هم این چجوری هستیم ما. ما چون اینقدر خب ما 5000 سال ما تاریخ داریم، دنیا دست ما بود، ما هم هنوز تو کله خودمون اون همون پرشن امپایر باید هم باشه، ما یعنی باید هم باشه، یعنی پرشن امپایر ما اینقدر توقعمون بالاست که خب فکر میکنم ایران بده، ولی من دور دنیا هم بهت بگم خیلی ایران جای خیلی بهتره، ولی خب ما تو کلمون گذاشتیم که ما پرشن امپایر هستیم، دنیا به ما تکس میداد. وقتی که هیستوری چنل که یه کمپانی آمریکایی، هیستوری چنل میشناسین، یه کانال هیستوری، گفت میگن تو دنیا 3 تا گریت بودن، یکیش سایرس دی گریت، یکیش سیزر من رومنز، یکیش هم الکساندر گریت. ولی گوش کن به این چی گفت هیستوری چنل، گفت فقط تنها کسی که این تایتل رو میتونه داشته باشه سایرس دی گریت، فقط، نه سیزر نه الکساندر، فقط. دلیلش هم اینه اون امپایری که درست کرد سایرس، از آفریقا شروع میشد، کل ایژیا میرفت به ایسترن یوروپ، اروپا، هیچکی نتونست اینقدر با اینقدر بزرگش کنه. یکی اون، دوم این که 250 سال پرشن امپایر حکومت داشت، همشون 50 سال، 100 سال، 250 سال دنیا حکومت کرد، هیچ که دیگه نتونست اینقدر بکنه تو تاریخ، فقط سایرس. خب ما هم از اونجا اومدیم، ما هم بچه های اونیم دیگه، خیلی چیزون بالاست میخوایم. ولی خب ببین دوستان، الان دنیا زمانی شده که ما نمیتونیم توقع از دولت و کشور و از آپلاین و از کمپانی، ما از خودمون باید توقع داشته باشیم، ما از خودمون باید توقع داشته باشیم که ما خودمون رو بهترین بکنیم. و الا مهم نیست
اکانومی خوب باشه. همینجا مثلا زمان اکانومی خوبه خیلی فقیر هستن. پس به اکانومی وجود چیز نیست، ما خودمونیم که باید عوض کنیم. اگه رو خودمون فوکس بکنیم زیاد باسم مهم نیست بیرون چی میشه. همون که گفتم پارسال که وقتی کووید زد ما سیستم رو کلا عوض کردیم آنلاین، از من شروع شد. خب ما هم مثل خودتون بودیم، برو تو هتل ویکلی میتینگ بذار، برو تو رستوران بشین، کافی شاپ قهوه شاپ، اینجوری بزنس ما بود. ولی سیستم آنلاین ما همیشه داشتیم، زیاد استفاده بود ولی زیاد. من رفتم مثلا گفتم کلا دیگه عوض شد، دیگه هتلی نیست و همه شد ای کامرس. دیگه بهترین سال اون رو پاسال داشتیم. پس خودمون باید عوض می شدیم، کووید نداشتیم اون ما رو عوض کنه. از ما خدا شکر ما هم لیدرامون حرفا که مگه چیز میگم اونا هم 100% میان وسط و همه میان وسط و خب اون یه تیم خوبی میشه که همه انقدر ما لایک اند تراست با تیمامون داریم. یه همچین چیز بزرگ هم پیش بیان بسه مثلا کووید پاسور که کلن سیستمشون 10 سالمون رو عوض کرد، ولی انقدر لایک اند تراست با تیمامون داریم که ما گفتیم این شد این، همه شروع کردن سویچ کردن و خب ما هم باید یک ماه دو ماه پوش سایم ترین 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 بس رو کار بگردی باید هی باشون یاد بدیم سیستم جدید رو. منظور همون باز برمیگرده به لایک اند تراست. باید بهتون بگم تو همین کمپانی من گروه هایی هستن که مزیاد باشون نزدیک نیستیم، نمی که بخاطر من آپلاین هاشون یه کشوری هستن که خودشون کانکت نمی کن، زبونشون فرق میکنه، تایملاینشون فرق میکنه، وقتی ما ترینینگ میذاریم مانیلات رو استه صبح خلاصه یه هر دلیلی باشه با ما زیاد کانکت نیستن. اون تیم رو مودن چرا تو کالچر ما نبودن، آپلاین هاشون نتونست کالچر کمپانی رو وست کنه به اون کشور به اون تیم. فرقی نمی کنه چه من چه شما، برمیگرده به خودمون. وقتی من کووید اومد به خودم اولین کسی که من فکر کردم که باید با این دیل بکنه خودم بودم. نشستم تو اتاقم گفتم خب این بود سپتامبر 2019، سپتامبر 2019 این یه دو سه ماه قبل از این که اصلا کلن بتره که این کووید اینا، اون زمان بود که من فهمیدم یه چی چیزی داره میاد. گفتم خب اولین احساسم این بود که خب بزنسم بسته شد، چون دیگه بزنس ما مثل ما شما هستی هتل بود این چیزا بود. خب حالا که اینجور شد این دوتا هست میاده، یکی این که خب ما ای کامرس داریم، ما میتونیم شپ بکنیم، بعد ما سیستم های اینترنتی داریم. دو هفته خودم تو آفیسم قفل کردم، دو هفته خودم گوشتم تو واسه آفیسم کلن سیستم عوض کردم، ایمپلیمنتش کردم. فکر نمی کنم الان من با دو تا کمپانی هم صحبت میکنم که میخوان با دو تا مدیر عامل که کمپانیشون در بود آقون کمپانی 8 سال هن، 8 سال تو کارن، دارم تیک اوور میکنم. 2 سال پیش یه دو تو منیلا تو فلیپین تیک اوور کردم، الان دو تا هستن، یکیشون تو آمریکاست یکیشون تو کوریاست. مدیر عاملاشون میگن بزنس ما داغون شد به خاطر کووید. یعنی شخصایی بودن که چه جوری میشه کمپانی 8 سالش باشه اون وقت نتونه 1 سال دوام بیاره؟ یعنی این تو منیجمنت خلاصه الان نمیخوام منظوری که اینا مثل من نبودن. من اولین کسی که خود نگاه کردم خودم بودم. خب ببین کمپانی در اون منتظر تو هن، منم که باید عقیده رو بیارم وسط ایمپلمنتش رو انجام بدم، شما هم همونین تو تیمتون. مهم نیست آپلاین تو چیکار داره میکنه، مهم نیست کمپانی تو چیکار داره میکنه، خودت to be it's up to me. اگه بخواد بشه من خودم باید بکنم. معجزه میشه الان یه جایی خودشو برسونه که مغزن کلن عوض بشه، انگار که اصلا مهم نیست کووید چی چیه، دارم لاکداون چی چیه، اصلا انگار که تو یه سپیس خودت هستی، یه اصلا یونیورس خود. ببین یکی میگه خب من چجوری این کار بکنم، من تو این دنیا هم. ببین اگر بخوای مثل من یا اون دوتا مدیر عاملا که الان نام صحبت میکنم، ما تصمیم باید بگیریم. ما دوتا تصمیم داریم، یکی فالو بکنیم با این سپیس دنیا، یکی فالو فقط رو سپیس خودمون باشیم. این تصمیمه.
منفی مثبت. این یه تصمیمه. من میتونم مثل هم مدل آمالای دیگه منفی بشم. تقصیر من نیست که کووید اومد فلان اینا. منم که بعضا خوبه. خب شاددان و با بازنشسته شم. خیلی آدم ها رو من حساب میکنن. خیلی آدم ها رو من حساب میکنن. مثبت بودن و منفی بودن یه تصمیمه. همه عادت کردن که تصمیمش همیشه منفی باشه. عادته. من عادتم اینه که هر چی هم بیاد یه 10 دقیقه راجعش فکر میکنم، بعد دیگه خودم خسته میشم. همون که خودم ناراحتم هم خودم خسته میشم. اینقدر عادت ندارم که بخوام منفی باشم، یه چیزی پیش میاد اصلا عصبانی میکنم. منم بس خودتون دیگه، خیلی چیزا پیش میاد که عصبانی میشه، بعد باید به خودم میگم خودم بس دیگه شروع شده بودی. خودم به خودم خسته میشم. برگردیم کارش انجام بدیم تموم شه، برگردیم به همون چیز نرمال. یه تصمیمه. خب برگردیم به سر. Invest in people and they will invest in you. یه چیزی که جدید نوشتم، وقتی رو ملت سرمایه گذاری میکنی اونا هم رو تو سرمایه گذاری میکنن. وقتی رو ملت، رو تیمتون، رو پروسپکتتون، وقتی رو ملت سرمایه گذاری شما میکنین، اونا هم رو شما سرمایه گذاری میکنن با بختشون. این ملتمون چیزی نیست که حالا با 100 نفر صحبت کن، مثل سپکتی بزن به دیوار. قدیما نمیگفتن مثل سپکتی بزن به دیوار میکنون میچسبه. قدیما چیزا میگفتن. نه اصلا این چیزا نیست، اصلا این چیزا نیست. MLM، قدرت MLM درست وصل به قدرت ریلیشنشیپی که با تیمات داری. چکت درست وصل به اون قدرت ریلیشنشیپی که با تیمت داری. به خاطر اینکه 100 نفر بیار، 100 نفر بیاری 99 نفر برن، خب چی داشت و چی ساختی؟ از روز اول دردسری که من داشتم با مثلا لیدرهای بزرگ MLM که همه میشناسین شما کی هستن، دردسر من که 25 سال پیش، من خواهم 20 سال خودم رو کشیدم کنار با لیدرهای بزرگ MLM دیگه، به خاطر که کلن نظام با هم فرق میکن. بگم بعضی چرا حرفای من درست بود. خب من رای خودم رفتم، زنی خودم رو چیز کردم، خدا شکر. اگه بخوام ادعا کنم هیچ کدومش زندگی من ندارم، ولی حالا ادعایی نیست. بعضی حرفای من درست بود که اونا اداپت نکردن، بعضی حرفای اونا درست بود که من الان یواش یواش دارم متوجه میشم شاید اونا راست میگن. چون من انقدر عقب با قلب جلو میدم، گاهی وقتا خود بزنسه، ملن بزنسه، همش با قلب جلو نمیشه. باید یه بزنس چیزی که یه تصمیم سختی باید گرفت، حتی اگه ضد مغزت رو قبلی باشه باید گرفت. اون چیزی که من یواش یواش دارم یاد میگیرم که خب همه مثل من نیستن، همه رو نمیشه عوض کرد، میدونی؟ خب بعضی کارهایی که میکرم من خوشم نمیومد اونا راست میگفتن، ولی خب هنوزم میگم خب خدا شکر زندگی من خوبه به اینجا که رسیدم به خاطر این شخصی که هستن، میدونی؟ سعی میکنم یاد بگیرم. من خودم بهترین دانشجوام، بهترین دانشجوام، خودم بهترین دانشجوام. خلاصه ریلیشنشیپ اون چیزی که خیلی 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 مهمیه. ریلیشنشیپ ساختن کاست پولی نداره. از من باطیم چجوری اینجا؟ خوبم. ریلیشنشیپ ساختن کاست پولی نداره، کاست قلبی داره، کاست مغزی داره، کاست انرژی داره، ولی کاست پولی نداره متاسفانه. کاست انرژی هم مجانیه، کاست قلبی مجانیه، مغزی مجانیه، ولی متاسفانه خیلی ها نمیخوان اصلا شیر کنن، انرژیشون شیر کنن. خیلی ها خیلی منفی شدن، خیلی ها انقدر ضربه خوردن، همون ضربه به کسایی که میزنن. من هیچ موقع اجازه نمیدم، هیچ موقع من اجازه نمیدم که خودتون میدین سر منم این چیزا اومده. یکی از دانشجوی خودمون بعد از 10 سال رفت یالا با ما حمله کرد، بعد از اون سر هیچی بخواد یه اشتباه کرد دیگه باید اخراجش میکردیم، شبه خیلی بزرگی کرد. یا یه نفر کسی نمیشناسم تو اروپا من حمله کرد بسا کشتیم. این چیزا سر من اومده،
من هیچ به هیچ موقع نمیذارم که داخلا من عوض بشم، چون کمک نمیکنه. یه تصمیمه، همه چیه تصمیمه. حالا منم انقدر عصبانی بشم میگم بسه، منم مثل خودشون بس، اون چه کمکی میکنه؟ اون چه کمکی میکنه؟ این همه ایرانی بیرون شش کشور فقط از ایران بد میگن، از حکومت ایران بد میگن، از دولت ایران بد میگن، از هوا ایران بد میگن، از آب ایران بد میگن، از قیمت ایران بد، فقط میشینم بد میگن. مادر عزیز خودم فقط این ماهواره رو نگاه میکنه، من میام خاموش میکنم. میگم مادر عزیز چه کمکی میکنه؟ این احمقا رفتن با تلویزیون فقط چه توپت میگن، هیچ توجیه غلطی نمیکنن ها. خب میخوای یه کاری بگی کمک بکن، فقط میتونه چه توپت میگن. 20 سال دارم به ایران کمک میکنم اونطور که میتونم. اینا چه حتی اون اقلا یه کاری میکنه. خلاصه برگردم گفتم بیا همون ریلیشنشیپ درست کردن یه کاستی داده، پولی نیست، کاستش مغزی و قلبی و با انرژیه. اونو باید انجام بدیم، اونو باید خرج کنیم، اون کاست رو باید خرج کنیم. من 32 ساله این دادم تو کمپانی خودم هست، کتانی هستم، پول میسازم، ولی اصلا این چیزا ندارن توشون. وقتی هم با من صحبت میکنن میگم دردسر تو اینه. بعضی تو کلشون گذاشتن که نه من اومدم تو ملم که پول، فقط پول، وقتی ساختم بدم بازنشست بشم پول بسازم دیگه تا آخر عمرم. این تو کلشونه. خواستم نه عزیزم، اون 30 سال پیش بود دیگه، این چیز وجود نداره. همه چی ایوالو میشه، همه چی ایوالو میشه، بزنس هم ایوالو داده میشه، همه بزنس ها MLM هم ایوالو داده میشه. ما اولین چیزی که باید فکر بکنیم صبح بلند میشیم، اگر من امروز چند تا CV تو تیم من اومده، اولین چیزی که بگم کی CV رو درست کرده یه تشکر ازش باید بکنم و یه ویلکام بگم به کسایی جدید که اومدن. این شخصان که من امیدم به ایناست که بتونم یه روزی من به هدفم برسم. خب این خرج پولی نداره، این خرج قلبی داره، مغزی داره، انرژی داره که باید انجام بشه، باید خرج بشه. باید جوری کلت بذاری. میدید چه سخته؟ ملت میگه خب واسه چی من بخوام با تیمای دیگه کار کنم، بخوام صنعت رو بزرگ کنم، من فقط باید انرژی و تیم خودم باید بذارم، یا تو این تیم، تو تیم هم مثلا باینری باشه، تو اینجا میخوام کار کنم چون اینجا مثلا ضعیف‌تره. این چیزایی که احمقانه هست. گفتم چرا تو کمپیوتر خودم هست کمه، چون میدونم رامین این چیزا خوشش نمیاد، ولی همه جو هست. خب اینا بگم، این حرفی که من بتونم میزنم شما باید 100% اداب کنین. 100%، نه 99%، نه 50%، نه 75، 100% اینو باید اداپتش بکنین که وقتی که این خرج رو میکنین با انرژی و قلب و مغز، همون دقیقه بنفیت واسه تو نمیاد، همون سود نداره اون دقیقه. منتها کوانتوم فیزیکس دنیا جوری که هرچی که بیرون میدی بعد برمیگرده. باید بدونیم برگشتنش اون دقیقه نیست، اون هفته نیست، اون ماه نیست، ولی باید بدونی قبول بکنی. 100% باید قبول بکنی که give and receive، give and کمک کن بعد دریافت کن. بهش میگن کوانتوم فیزیکس. کوانتوم فیزیکس این فلسفی رامی نیست، این کوانتوم فیزیکسه. ملت میخوان آسونش کنن، بهش میگن کارما. بهش میگن کارما. من یه پوستر زدم میگم اگه واقعا به کارما عقیده داری پس شروع کن کمک کردن. ملت فقط کارما رو جای چیزای بد استفاده میکنن. یه چیز بد میشه، ببین کارما رو دیدی، کارما رو دیدی، انگار که فقط کارما چیزای منفی باید باشه. کارما رو چیزای مثبت هم هست. شو باید 100% بهش بگیم 100% in. واسه من بیسه تو چت 100% in. این یعنی من 100% این رو گرفتم. 100% in. واسه من بنویسین تو چت که بل دوستان متوجه بشن. باید 100% 100% این باشین که سکسس کسای دیگر اول باید ببینین. 100% این باید باشین که سکسس اول از کسان دیگه باید باشه. MLM اونه.
زیگ زیگلر میگه give enough people what they want you get what you want. اول به ملت‌های به کسای دیگه کمکشون به هدفشون برسن، بعد تو به هدفت میرسی. 100% این که سکسس کسای دیگه رو باید ببینی. خب کسایی که جدید اومدن تو ملن، بابا من خودم پرابلم دارم، من خودم اینو میخوام، اینجوری نیست، اینجوری وفت درست نمیشه، ثروت اونجوری درست نمیشه. سیستم MLM بهترین سیستم دنیاست به خاطر اینکه از پایین میاد بالا، نه بالا به پایین. اینجا وفت از پایین شروع میشه، نه به بالا پایین. شما 100% این باشین تو بلیف خودتون، 100% باید به جایی برسه که بگیم من 100% به بلیفم، اون چیزی که میدونم بهش بلیف میکنم. فارسی میشه بلیف، میشه بلیف دیگه، خودتون میدونی. من 100%، من کسی تکون نمیتونه بده، بینید بدونید. چون اگه 100% نباشین، 50% باشین، هر چیز کوچیکی سردتون میکنه، 75% باشین، هر چیزی که بشه فوکستون عوض میکنه. اگه 95% باشین، یه چیز بزرگی پیش میاد، سرد میشین. اگه 95% باشین، وقتی با یه نوع سان بلاک میدین، سان بلاک میدین که فرانزیک ترمینالوجی مثل کسی که خیلی منفیه، یا با یک کسی که با یه کمپانی دیگه ایه، وقتی که کسی که خیلی منفیه، اونا 100% هن تو منفیشون. اگه شما 95% باشین، اونا سردتون میکنن. حالا ممکنه منفیه به خاطر میخواد تو بیاد تیم خودش یه کمپانی دیگه، ولی اون 100% منفیه رو کمپانی تو، رو هدف تو. اگه تو 100% نباشی، اون سردت میکنه. پس باید 100% باشیم. هیچ موقع خوب باید دست ندیم. خوب میشه امید. هیچ موقع امید دست ندیم. یه داستان میخوام بهتون بگم، از این داستان قطع میکنم لایو رو، یه 5 دقیقه شما این چایاتون بخورین و بعد میگم. یه چیز بامزه بهتون بگم، رفتم یه دندون سازی، خیلی بامزه بودیم. یه شخص ایرانی بود، تا دکتر خیلی خوبیه، منتها خوب سندانه دیگه. بعد داشتم یه ایمپلانت میکردم و گفت یه کاری کرد و گفت آقا من برم چایی بخورم برگردم. بعد رفت. من نشستم اینجا، چی گفت؟ من چای بخوام برگردم یعنی چی؟ رفت آره زودم برگشت، 2-3 دقیقه برگشت. من یه خود کار کرد اینا، بعد گفت آقا من چای بخوام برگردم. باز رفت. من به خودم میگم این میگه من چای بخوام برگردم یعنی چی؟ چای بخوام برگردم، منو گشته چرخ، من دویتر چای بخوام برگردم. واسه یک داستان یه چون قد دکتر خوبیه، حالا یه 10 دقیقه باید چای بخور برگرده. حالا ما هم یه داستان خواهم بهتون بگم، خیلی داستان مهمیه، میخوام با این داستان برین چای چطور بخوریم برگردین، بعد میرون یه دونه یه چپتر دیگه ای. این موی سرتون رو سیخ میکنه این داستان رو، اینو درست بگیرین، یه خود پاشین وایسین، یه خود تکون بدین خودتون رو. این داستان میخوام درست بگیرین. یه دونه آزمایش شده بود، یه رات می که این موشای زشت گنده رو گه چکن رات، این رات که مثل تو فازلا پایین زنی می کنم، یه رات رو برداشتن گذاشتن یه چیز آب، یه کانتینر آب. خب رات هم شوی شنا کردن که خفه نشه دیگه. اینو خواستم ببینن چقدر طول می کشه که تا این دیگه خسته بشه و امیدش رو دست بده و بمیره. دفعه گوشتنش 32 دقیقه این جنگید، 32 دقیقه این جنگید که خفه نشه. بعد 32 دقیقه دیگه امیدش از دست داد و خسته شد و دیگه رفت زیر آب. کشنش بیرون گذاشتن یه خود حالش جا بیاد. گوش بدین، 32 دقیقه خب ما فکر میکنم خب 32 دقیقه فقط تواناییش همون بود، 32 دقیقه تونست خودش نگه داره. بعد دیگه بعد 32 دقیقه خسته شد و دیگه اگزاسته شد و دیگه داشت میمود. اونش بیرون گفتن حاش خوب بشه. همون رات رو باز گذاشتن تو آب.
برن شنا کنه. دفعه دوم حدس بزنین چقدر موما بود تا بخواد به زیر آب. بس ما تو چت بنویسین. دفعه بعد 32 دقیقه دیگه رفت زیر آب. دفعه دوم همون رد حدس بزنین چقدر دوم آبود. خب بنویسین بسن تو چت. بسن من بنویسین. چند دقیقه فکر میکنی یا چند ساعت این دوم آبود؟ 15 ساعت. خب 28 ساعت. 28 ساعت. 25 ساعت. دمتون گرم. این اکسرسایز رو بذار بسن بگم. 53 ساعت. 53 ساعت. بذار بگم مطمئن شده که متوجه بشین چی شد اینجا. دفعه اول این رات رو گذاشتن تو آب، این تو 32 دقیقه امیدش رو دست داد. خسته نبود، امیدش رو دست داد که خفشه، کشیدنش بیرون، رفت زیر آب، کشیدنش بیرون. دفعه دوم همون رد چون میدونست نجات کمک داده میاد، امید داشت. 53 ساعت شنا کرد. 53 ساعت شنا کرد. این میشه چند؟ این میشه 100 و بالای 100 برابر. بالای 100 برابر. فقط یه همون رد بود، همون آب بود، یه چیز فرق کرد. امید. امید. میدونست کمک داره میاد. 100 برابر دوام آورد. ما هم همونیم. اگه بدون امید باشیم یه هفته دو هفته میخوایم بزنیم. اگه امید داشته باشیم 100 برابر میتونیم دوام بیاریم. لانجویتی داشته باشیم 100 برابر میتونیم به دست بیاریم. هر موقع شما سعی کردیم میخواین کویت بکنین یا دیمود بده چودین اینا، یاد این رات بیفتین. 32 دقیقه دفعه اول وقتی نمیدونست، 32 دقیقه رفت زیر آب. دفعه دوم 53 ساعت جنگید. 53 ساعت جنگ، چون امید داشت که کمک داره میاد. امید. یادتون نره. این لبه خاموش میکنیم. من برم یه چایی بخورم برگرم. 5 دقیقه دیگه یه چپتر داریم. بعد خانم سن ازم میگیم بیاد، اونم یه پیغام های خیلی مهمی واسه خانم ها داده. من آقایم یواشکی نگاه گوش میکنم به حرفشون. 5 دقیقه دیگه دوستان برگردیم همینجا. خوب یا آهنگ خوب بذارم با هم حال کنیم. سر صبح و از تو تازه تو پا میشی، ولی من هنوز بیدارم و تو باعث و بانیش که 24 ساعت به تو فکر بکنم، فکر این که نباشی به کی تکیه کنم، ولی تو چی مرد یا پلی بودو تا رفتی توی دیده بودی تو من تو تا رفتی نبودی چه من آروم بشم واسه تو با تو دلی ولی آروم بشم ولی تو چی باید کنی قرور شم و آخری شم متفلوی بمونه شم برای چیز هست که یا خود باعث میشه جمع به در رو خرابه دیگه آروم شم دیگه برو با سر میشه که خیلی به تو زدم چه با کی دوست بودی
اوکی جونم، حال کردین؟ بچه ها اومدن یا نایمدن؟ بک کنیم برگردیم باز یه جدید. اوکی دوستان قطع میکنیم، باز برمیگردیم همینجا. بریم.